رادیکال دو به روی رادیکال دوی منهای یک، بعد مثلا مخرج کس رو گویا کنیم. البته واقعا اینم اشکالی نداره، اما من نظرم روی 1.14 گذاشتنه. 1.14 میذارم. مهدی جان اون اسپلیت قابلیت اینو داره که خنک در هم بشه، پس حتما این کار انجام بده. خب 1.14 وارد تابع اف میشه، نگاش کن. 1.14 من به تابع اف بدم بالا میشه 1.14، پایین 1.14 منهای 1.14. بچه من اشاره رو میزنم چون تعداد ارقام اشار یکیه، میشه 14.4 به 2 ساده کنم میشه 7.2، بلواقع میشه 3.5. پس اولین اف به من 3.5 داد. فعلا که نظمی ندارم، دفعه اول من 1.14 دادم 3.5 گرفتم، به دومی قراره 3.5 بدم. خب میدم. آقا به اف بعدی 3.5 بخوایم بدیم، بالا میشه 3.5، نگاش کن. پایین میشه 2.5، دوباره اشارا میره 35.25، به 5 میشه زد 7.5، یا در واقع 14.10. 1.14 به من 1.14 داد. عجب عجب عجب. چرا عجب؟ چرا عجب؟ به همون تکراره افتاد، رسیدیم به همون 1.14 که اولش بود. یعنی بچه های من 1.14 دفعه اول گذاشتم 3.5 گرفتم، دفعه بعدی گذاشتم دوباره 1.4 گرفتم. خب این اتفاق تکرار میشه دیگه، لعنتی. الان تو دوباره 1.4 بگیری بدی به بعدی، خب مگه اولش 1.4 دادی 3.5 نگرفتی؟ الان که چیزی عوض نشده که. خب دوباره 1.4 بدی بازم همون 3.5 رو میگیری دیگه، و این دوباره تکرار میشه. دوباره 3.5 میدی 1.4 میگیری، 1.4 میدی 3.5 میگیری. این قصه ادامه داره. چون تستای اوله بذار یه بار برات بنویسم. پس بار اول رو فلش اول 3.5 گرفتم، رو فلش دوم 1.4 گرفتم، رو فلش سوم دوباره 3.5 خواهم گرفت، رو فلش چهارم دوباره 1.4 خواهم گرفت، و الخ الاخر. یعنی دوستان دفعات فرد، نظم رو ببین، قانون رو ببین، الگو رو دریاب. رو دفعات فرد 3.5 میگیرم، رو دفعات زوج 1.14 یا همون رادیکال دو میگیرم. من چند تا فلش در این سوال داشتم؟ 1397 بار. ایشالله 1397 زوج یا فرد، چون جزء دفعات فردمه 3.5 خواهم گرفت. گزینه ای درسته که 3.5 بشه، میدونم با یه خطایی، با یه تقریبی هلو هش 3.5 بشه. بریم تو گزینه ها. گزینه ها دوباره همه رادیکال دو دارن، همه 1.14 که به جاش بذارم گزینه 1 3.14 خواهد شد. احتمالاً همینه دیگه بچه من، 1/10 خطا رو پذیرفتیم از همون اول کار. گزینه 2 نه، نمیخوره بهش. 2 منهای 1.4 6/10. گزینه 3 دو تا، دست منو ببین، 2.4 میشه 4.8. و گزینه 4 دو تا 1.4 منهای 14 میشه 8/10. واقعا منطقی ترین گزینه هم گزینه 1 خواهد بود. آی کیو گاج بود که براتون حل کردم. بریم بعدی. یه سوال از مجازمون، این بار جذابیت سوال تو حضور پارامتره. اگر دقت کنید خیلی به شست رفتگی سوالهای قبل نیست. یه آی آزاردهنده، یه مجهول اذیت کننده، حالا هم در تابع اف و هم در حین فلش ها وجود خواهد داشت. اصلا مهم نیست، ما کار خودمونو میکنیم، ما دوتا فلشمون رو خواهیم زد. با من هستی یا نه؟ حاجی جان این دویی که وارد جی میشه، به سلامتی دو میذارم، شیشه منهای دو دوتا دو خواهد داد. دویی که وارد اف میشه، دویی که وارد اف میشه 4 به اضافه آ خواهد داد. اینو داشته باش. بریم این یکی منهای، برخلاف سوالی که بالا داشتیم این بار بینشون منهاست، 1.4 به اضافه آ منهای. بریم جی او اف آ بچه های من با یه رنگ دیگه. حاجی جان آی که وارد اف خواهد شد، چشم، آ میدیم میشه 2 آ به اضافه آ 3 آ، و 3 آی که وارد جی خواهد شد، میشود 6 منهای 2 تا 3 آ، 6 منهای 2 برابر 3 آ میشه 6 منهای 6 آ. امیدوارم ناراحت نشده باشید، هایلایتش میکنم. حالا بنا به فرموده طراح، این آدم گوش کن، منهای این آدم این دفعه جوابو داده که تو بتونی آ رو پیدا کنی، منطقیه دیگه. بریم بچهای من. آقا 4 به اضافه آ منهای 6 منهای 6 آ. حواسمون هست که منها
مال جفتشه و تو جفتش ضرب میشه، یعنی میشه منهای 6 به اضافه 6 آ قرار است بشود 3. خب حاجی جان